دوبله شده در استدیو جن. نخوابیدی؟ مگه تو خوابیدی؟ تو عصبانی؟ تا این وقت شب کجا بودی؟ چی شده ایپک؟ برای بچه ها مشکلی پیش اومده؟ نه، نگران تو شده. نگران چی هستی؟ حال روز ما ببین، همه چی مشخص نیست؟ شرکتمون سوخته ایپک، خونه دوممون، جایی که سالها برای زحمت کشیدیم، آرزوهامون، موفقیتامون، شکستامون، روی اون دیوارا رد این چیزا بود، رد ما بود، همش سوخت. سوختم و نابود نشد. ما هر جایی بریم اون رد همراه ماست، فقط کافیه که جا نزنیم. راستش خونم هم هست، هر روز چراغاش خاموشتر میشه. تا وقتی نتونم خودم رو بیشتر به بچه هم توضیح بدم تاریکترم میشه. درکت میکنم، حتی که برات سخت باشم درکت میکنم. تو از توضیح دادن دست نکش. باشه، حالا بریم سراغ مسئله بعدی. کدوم مسئله؟ نمیدونم، اینو دیگه تو باید بگی. غیر از همه این اتفاقات، یه چیزی هست که تو رو ناراحت کرده. نه فاروق، ببین، تو وقتی از چیزی ناراحت میشی از من پنهونش میکنی، من متوجه میشم، در این حد میشناسمت. چیز دیگه این نیستی پنج. بچه ها ما به صفون نیار. تو شب یاد بود مادرشون عکسای مستجنتون پخش شد، اونم با نزدیکترین فرد به مادرشون. چی داری میگی؟ بچه هاتون چطوری این موضوع رو قبول میکنن؟ چی داری میگی؟ آروم باشی، من فقط دارم کار رو میکنم. بچه ها ما به صفون نیار. اسم بچه ها ما به صفون نیار. بشت میکنم، آروم باشی. اسم بچه ها ما به صفون نیار. کار زشته. اسم بچه ها ما به زبون نیار. تو شب یاد بوده مادرشون عکسای مستجنتون پخش شد، اونم با نزدیکترین فرد به مادرشون. چی داری میگی ها؟ بچه هاتون چطوری این موضوع رو قبول میکنن؟ چی داری میگی؟ مرتی که آروم باشید. اسم بچه ها ما به زبونت نیار. اسم بچه ها ما به زبونت نیار. من فقط دارم کارم انجام میدم. زشته، برو کنار دیگه. حالش میکنم، آروم باشید. سه روز بعد. خاله ایپک امروز میره بابا؟ بهت عادت کرده بودی. چند روزه اینجاییم، این دفعه ما منتظر شماییم که ازتون پذیرایی کنیم. کی اسباب کشی میکنی؟ تعمیرات کاملا تموم شد، تا چند روز دیگه جا به جا میشیم. تعمیرات از اونی که فکر میکردیم بیشتر طول کشید، اما ما هم دلمون برای خونه خودمون تنگ شد. ببین یه چیزی بگم، بعضی وقتا حس میکنم تو هتل زندگی میکنم، اصلا عادت نکردم. پس شما جا به جا بشین، بعدش ما شما رو سورپرایز میکنیم. قدمتون رو چشم. آقا فارو، چی شده هایریش؟ یه لحظه وقت داریم. سرابم رفت، گفت نمیتونم اینجا بمونم، نفس نمیتونم بکشم. گفتم فراموش میشه، تموم میشه، صبر کن. گفتم صبور باش دخترم. گفتم مادر و دختر زندگیمونو میکنیم. گوش نکرد، گذاش رفت. کجا رفت؟ چیزی نگفت، نگفت کجا داره میره. با زندگیه دختر من بازی شده. دختر من سالها تلاش کرده، خودشو به آب و آتیش زده، درس خونده، اومد پیش شما کار کرد، حتی یه روز هم منو خجالت زده نکرد. حالا چی شده؟ همه چیز خراب شده. این دختر چی کار میخواد بکنه؟ کجا میره؟ کجا میخواد کار کنه؟ لازم بود سرم همچین تصمیمی بگیره؟
خب آره، به نظرتون لازم نیست؟ اسم شما که بیاد قضیه فرق میکنه، اما دختره بیچاره من چی کار کنه؟ هیچکس بهش روی خوش نشون نداد تو این خونه تو اون خونه. کم مونده بود تو صورتش دف کنن، حقش این بود. این همه حق گردنشون داره اما حق نداره یه بار اشتباه کنه. نه، دل هیچکس نمیسوزه. حتی منم بهش سیلی زدم، کاش دستم میشکست و نمیزدم. هرچی شد بعد از اون فیلم شده. میگفت نگاه مردم مثل گلوله است. یه روز وقتی داشت برمیگشت خونه، یه نفر مزاحمه شد. برای اینکه ازش فرار کنه سرشو شیکوند و خون از سرش میچکید. خیلی عصبانی شدم، قسم میخورم اگه اون لحظه اون آدمو میدیدم حتما میکشتمش. هر دومون گریه کردیم، بعد گذاشت و رفت. کجا رفت؟ کی رفت؟ 3 روز پیش. اصلا زنگ نزده؟ نه، گوشیش خاموشه. برای اینکه صداشو بشنوم همیشه چشمم به گوشی، نگرانشم، نمیتونم بخوابم. خدا کنه که جایی باشه که بچه‌مو کسی اذیتش نکنه. از من چی میخوای؟ از تو چی میخوام آقا فاروق؟ ها؟ چی میتونم بخوام؟ میدونی برای چی اومدم؟ برای اینکه بدونی باعث چی شدی که اینطوری شد. دختر من غرور داره. آره، شما رو دوست داره. اما مثل یه شیرزن همه چی رو گفت، مثل گنجیشک میمونه. اما از فارغ گنجر میشه همه دفاع کرد. اما چی شد؟ فارغ گنجر چی کار کرد؟ انگار این همه سال ما رو نمیشناسه. اومد و تو اتاق هتل بهمون حمله کرد و پشتمون نبود. تو سرابو تنها گذاشتی و پشتش نبودی. چی بگم آقا فاروق؟ منم تو رو با وجدان تنها میذارم و برمیگردم میرم شهر خودمون. نمیدونم اونجا که رفتم چطور باید قضیه رو توضیح بدم. اینم امتحان منه. آقا فاروق، تو هم بچه داری. خدا کنه اتفاقی که برای من افتاد برای تو نیفته. خیلی سخت. تو خونت کنار بچه هات خوشحال و خوشبخت زندگی تو بکن. مروت خانم، سراب ممکنه کجا رفته باشه؟ اصلا نمیدونم، هیچ جایی به ذهنم نمیرسه. میخوای چی کار کنی؟ یعنی هیچ دوستی چیزی نداره که بره پیشه؟ اون دوستای زیادی نداره، تازه دردشو به دوستاش نمیگه. دوستاشم ازش رو برگردوندن. باشه، شما بفرمایید تو منتظر باشیم ببینیم چی میشه. ببینیم چی میشه؟ سعی میکنم پیداش کنم. بفرمایید کیو؟ سرابو پیدا میکنی؟ فقط میخوام یه بار صداشو بشنوم، فقط بگه مامان حالم خوبه. کافیه، به خدا کافیه. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. خدا ازت راضی باشه. تو رو خدا آقا فاروق بزرگی کن. ببین، من اصلا مزاحم کسی نمیشم، همینجا میمونم، یه گوشه میشینم تا شما بیای. سردار، چند بدون مراقبت خانمو ببر تو، مهمونمون هستن. چشم آقا فاروق، خدا ازت راضی باشه. بیا خاله مرافق. ممنونم. بیا خاله جون، بیا. بیا تو. بابا جون چه خبره؟ نگو که خاله مرافق میخواد اینجا بمونه. فاروق، سراب نیست. یعنی چی نیست؟ رفته. کجا رفته؟ نمیدونم دخترم، مادرشم نمیدونه. باشه بابا جون، خب به ما چه؟ خاله مروت چرا اومده اینجا؟
بابا چه خبره؟ این موضوع نمیخواد تموم بشه؟ تموم میشه دخترم، تموم میشه. اما تموم نمیشه. روزاس اسممون همه جا هست. وقتی میبینم مردم در مورد ما چی میگن، خب دیوونه میشم بابا. مگه همه این اتفاقا به خاطر اون نبود؟ مگه ما به خاطر اون تو این شرایط نیستیم؟ چرا هنوز اسمش تو این خونه میاد بابا؟ نیسان مادرش پریشونه، نمیتونه از دخترش خبر بگیره. من خودمو میذارم جای اون. اون شبی که ناز گم شده بود یادت میاد؟ این اصلا راحت نیست دخترم. تنها دلیلش همینه؟ یه چیز دیگه هم هست. من نمیخوام در حق سراب بی انصافی بشه. نیسان من مجبورم به فکر همه باشم دخترم. باشه باشه بابا جون، تو به فکر همه باش. ای وای، داری چی کار میکنی؟ گفتم گوشیت خاموشه دختر، مطلش نکن، گوشیتو خاموش کن. باشه، تو چی کار کردی؟ باور کرد؟ مامانم تو نشناختی؟ معلومه که باور کرد، اما کلی زبون ریختم. خب؟ چی خب؟ بعدش نذاشت برم، گفت اینجا باید بمونی. بعدش گفت کجا ممکنه رفته باشه. چیزی که بهش نگفتی نه؟ معلومه که نگفتم. گفت خودم هم دنبالش میگردم. گفت سعی میکنم پیداش کنم، اگه نتونه پیدا کنه چی؟ ببینم. چی کار میکنی؟ نمیدونم، بذار یکم دنبالم بگرده، سعی کنه پیدام کنه. باشه مامان، من دیگه قطع میکنم. ببین خیلی مراقب باش، مبادا چیزی از دهنت در بره. بچه شدی؟ برو به سلامت. باشه، برو، خداحافظ. بله بفرما فاروق گنجر، ماجرامون تازه داره شروع میشه. شنیدی که نیسان چی گفت؟ حالا که همه چی داشت درست میشد، آخه این چه چی کار کنم ایپک ها؟ یه جوری رفتار کنم که انگار اون زن اینجا گریه نکرده؟ من نمیفهمم، یه زن بالغ با خواست خودش گذاشته رفته، برای چی اینقدر نگرانش شدی؟ با خواست خودش نرفته ایپک، برای اینکه مجبور بوده رفته، برای اینکه منو تو شرایط سخت قرار نده رفته، به خاطر اون فیلم رفته. فهمیدم، فاروق گنجر وجدانش راحتش نمیذاره. من هرچی بگم بیفایده است، میرم پیش نیسان. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشند. لطفا بعد از شنیدن صدای ما پیغام بگذارید. آقا فارو، کاریتون تموم شد؟ آره، تو چرا نخوابی؟ میخواستم بخوابم اما وقتی از پنجره ستاره ها رو دیدم خواب از سرم پرید. چرا؟ هیچی، خب یاد یه شب تو بچگی هم افتادم. شب قشنگی بود؟ خیلی. اون شب آسمون مثل امشب پر از ستاره بود، کلی جنگل با ستاره ها روشن بود. من و بابام توی کلبه کوچیک بودیم. راستش خاطرات کوتاه تو اون کلبه میاد تو ذهنم، اما اون خاطرات انگار که بهشتی هستن، خیلی خوبن. الان که آسمون رو اینطوری دیدم خواستم برگردم به اون شب، بهشت بچگی هم. اون کلبه هنوزم هست؟ بله هست. گزارش های معماری برای بناهایی که برای شرکت انتخاب کردیم اومد؟ همشون رو فرستادم ایپک خانم. گزارش تو ایمیلتون هست. امروز هم برای آقا فاروق هم برای شما ایمیل میکنم. ببین چی میگم، الان نباید تو تحویل هیچ مشکلی به وجود بیاد، مشتری ها نباید به همون بی اعتماد بشن، فهمیدی ها؟ البته ای بکنم.
برای انتخاب بنای جدید شرکتم سری منتظر گزینه‌های دیگه هستم. خب شما اصلا نگران نباشید، ما به تحقیق ادامه میدیم. خوبه. ایپک خانم، میدونین چرا تو شرکت آتش سوزی شده؟ دارن تحقیق میکنن، هنوز نمیدونم. باشه، اگه کار دیگه‌ای با من ندارین من برم. نه خیلی ممنون، دست درد. خواهش میکنم، روزتون بخیر. داری میری؟ آره دارم میرم. میتونم بپرسم کجا داری میری؟ بعدن حرف زنی؟ باشه، اما میترسم دیر بشه. بعدن حرف زنی. باشه. نمیتونیم بابا رو از دستش نجات بدیم. بابات میدونه چی کار کنه. ای دختر، زهره ترک شدم دختر. چیزی میخواستی خاله مروت؟ نه، اومدم بچه ها رو ببینم. چرا؟ یعنی چی چرا؟ نمیتونم دلتنگ شم؟ دلم براشون تنگ شده. خیلی خوب، برو ببین. آه، باشه، دست درد نکنه. ناز، چی کار میکنی؟ تو با من حرف نمیزنی قهری؟ نه. خب چطوری؟ بگو ببینم. خوبم، مثل همیشه. من اصلا نمیخواستم بیام اینجا، مجبور شدم. چرا؟ مگه چی شده؟ دوبله شده در استدیو جم. آبجی سرابت گم شده، رفته. گم شده؟ آره، دخترم طاقت نیاورد گذاشت رو. کجا رفته؟ نمیدونم. وقتی داشت میرم همش اسم شما رو به زبون میاورد. عمر، نیسان، ناز، نیسان، عمر، ناز. دیگه هیچی نمیگفت. واقعا میگی؟ واقعا که خب معلومه، مگه نمیدونی اون شما رو چقدر دوست داره؟ به خاطر شما جونش رو میده، اما هر کاری کردن شما رو از هم جدا کنن دیگه بر نمیگرده. دیگه بر نمیگرده؟ نه نمیگرده. غرورش خدشه‌دار شده، چطوری برگرده؟ حتی نتونست بگه دردش چیه. از شما هم خجالت میکشید، چطور برگرده؟ برگرده. تو این خونه خیلی با هم دیگه خوب زندگی میکردین. اون خواهر بزرگتون بود، میدونی همیشه برام تعریف میکردین که با ناز این کارو کردم، فلان جا رفتم، با عمر این کارو کردم. دختر من داشت کم کم بهتون حسودی میکردم در این حد، اما چی شد؟ شما را ازم جدا کردم، به همه تو ظلم کردم. آیریش جان، آیریش جان، حواسم نبود. چند روز ناراحتی عزیزم، اتفاقیه که افتاده، کاری از دست شما بر نمیاد. من به خاطر اون ناراحت نیستم، گرچه اونم هست، اما همونطوری که خودت گفتی کاری از دست ما بر نمیاد. راستشو بخوای فکر من درگیر یه چیز دیگه است. درگیر چی؟ همش فکر میکردم بهت بگم یا نه، ولی انگار قبلن بین این سراب و جم یه چیزایی اتفاق افتاد. چی؟ اون روز که رفتم پیش جم، تصادفی توی گوشیش یه عکس قدیمی از دوتاشون دیدم.
شاید یه عکس دوستانه بوده. اگه اینطور نباشه چی؟ خب تو چی میگی؟ خب چه میدونم، اون شب که پسرمون با آقا فاروق بحثش شده، گرچه کار درستی هم کرده، میگم نکنه پسرمون عاشق این سراب شده باشه، احتمالش وجود داره. تو از جم چیزی نپرسیدی؟ نه بابا، چی بپرسم؟ بهش قول داده بودم دیگه این بحثو باز نکنم، اما امیدوارم اشتباه کرده باشم کامیل. میترسم این دختر برای پسرمون دردسر بشه. چی میخواستی بشه دیگه؟ مگه تو نمیخواستی این پسر با سراب ازدواج کنه؟ آه نگو، یادم نمیست. خب خودش نخواست دیگه، اگر همچین چیزی بود میخواست. راست میگی، اما چه میدونم، بازم خیالم راحت نیست کامیل. بی خودی برای خودت خیال بافی نکن. باشه راست میگی، خیال بافی نمی کنم. چطوری؟ به نظرت چطورم؟ داشتم میرفتم ولی دیدمت، گفتم یه سلامی بکنم. کار خوبی کردی. ما قهریم؟ نیست. من عاشق سراب نیستم. نیستم به من چی؟ باشی یا نباش به من ربطی نداره. آخه اون روز گفتی عاشقشی، برای همین گفتم. اینم گفتم که من احمق نیستم. تو احمق نیستی؟ منم عاشق نیستم. 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 باشه. باشه. من دارم میرم بیرون. از بیرون چیزی نمیخوای؟ ویفر شکلاتی. ویفر شکلاتی. باشه. منطقه جنگلیه. آره آره دیگه، همونجاست. باشه، منتظر خبرم. بچه های ما توی اون منطقه دارن میگردن، اگه همچین جایی باشه حتما پیداش میکنن. ممنون قدرت. تو چرا افتادی دنبال این دختر؟ گفتم که مامانش اومد، بیچاره پریشونه. باشه، اما دختر خودش رفته. راستش تو این قضیه فقط سراب مقصر نیست. باشه منو بوسید، اما منم خودمو عقب نکشیدم. اگه من خودمو عقب میکشیدم و اجازه نمیدادم، این اتفاقات نمیافتاد. الان بی‌انصافیه که فقط اون تاوان پس بده، انگار فقط اون مقصر بوده. منو سرزنش میکنی؟ نه بابا نه، این چه حرفی؟ آخرین کسی که میتونم سرزنشش کنم توی. تازه تو عادلانه رفتار کردی، به من گفتی و افتادی دنبال جبران اشتباه. من فقط میتونم بگم دمت گرم. فقط این که ذهنم درگیره یه موضوع دیگه است، تاوان دادن. این دختره سراب. باشه، یه دفعه گذاشت و رفت، همه چیزو گذاشت و رفت. مطمئن باش اون تاوانشو پس میده. تو وقتی این دختر رو پیدا کردی
چه تاوانی پس میدی فارو؟ اگه جان لطفاً مراقب باشن به وسایل آسیبی نرسه، دیوارام خط و خش نیفته، دقت کنن و باشه عزیزم، خیلی مراقب باشن. دیگه صد بار تذکر دادی، یه بارم من تذکر بدم. خاله ایپیک لازم نیست بمونی، خودت هم برو، داری اسباب کشی میکنی، خودت اینجایی. نه عزیزم، من شما رو بهونه میکنم تا خودم نرم تو اون شلوغی، پسر گلم حلش میکنه، درسته؟ من دیگه رفتم، خدافظ. پس مراقب باشی یا عمو فاروقت که برگشت من میام. باشه. خدافز. واقعا به خاطر ما نیست نه؟ نه عزیزم، منتظرم بابات برگرده. ناز جون چی کار کردین؟ آبجی جون عمر بالاست نه؟ آبجی سراب رفته. خب که چی؟ ناز تو خوبی؟ چی شده آبجی؟ چه میدونم، یعنی خیلی ناراحت شده. کی اینو بهت گفت؟ خاله مراوت گفته. چی گفت؟ اومد بهت گفت آبجی سراب خیلی ناراحت؟ آره. اگه میخوای چند تا از بچه های مارم با خودت ببر، آدرسو داری اما شاید لازم بشه دنبالش بگردی. لازم نیست، خودم برم بهتره. خیلی خوب، ممنون بابا همه چیز. این چه حرفیه داداش، سلامت باشی. ایوالا. نیسان واقعا دست درد نکنه. ببین من با این سن و سالم، تو زشت نیست با من اینطوری حرف میزنی دخترم؟ آره با این سن و سال تزین کارت خجالت نمیکشی نه؟ نیسان به عمر چی داشتی؟ به عمر چی میخوام بگم؟ به اون بچه کوچیک چی میخوام بگم؟ من خاله مروتم، دلم برای عمر تنگ شده. مگه چیه؟ دلت تنگ شد؟ آره تنگ شده. ببینم نکنه تو فکر میکنی خیلی زرنگی ها؟ من خوب میدونم تو و دخترت میخواییم چی کار کنی. نیسان جان بسه، ولش کن، ولش کن، بذار خودشو خالی کنه. من به کمک یکی مثل تو که به همه تهمت میزنه احتیاج ندارم. تو هم خیالت راحت باشه، دختر من رفت. باشه؟ سراب رفت. نمیتونی حدس بزنی چقدر ناراحت بود. اون به خاطر شما جونشو میده. بعدم فکر کن ببین تو باهاش چی کار کردی. باشه؟ تو هر چی میخوای بگو، هر کاری میخوای انجام بده، تا من هستم به هدفتون نمیرسی. به من و خواهر و برادرم و این خونه نزدیک نشی. آه راستی دیگه نمیخوام اینجا ببینمت، برو پایین منتظر بابا. آبجی بسه، تو دخالت نکن. ناز باشه باشه، من چیزی نمیگم. فدای سرتون. شبی که تو کوجالی تون کلبه گذروندیم و هیچ وقت یادم نمیره. بابام وقتی گفت بیا پدر دختری بریم پیکنیک خیلی خوشحال شده بودم. داشتم بال در می آوردم. آسمونم همینطوری پر از ستاره بود. بابام کلی شب از ستاره ها برام گفت. بعدش در مورد درختایی که اونجا بودن گفت. غذا درست کرد. بعدم که خسته شدیم همو بغل کردیم و خوابیدیم. فکر کنم بهترین خاطره بچگی بود. حتی بهترین شب زندگی. الان هر وقت بخوام از زندگی فرار کنم یا زندگی به هم فشار میاره میرم اونجا قایم میشه. ببین تو این سن و سال چه حرفایی باید بشنفم. من برای بچم ناراحت نباشم این جرمه؟ همه بچه دارن، بچه من صاحب نداره. من داشتم میرفتم، آقا فاروق جلوی من رو گرفت، وگرنه اینجا میموندم. میگه میدونم هدفتون چیه،
بچه من رفته، چه هدفی میتونم داشته باشم؟ باشه، اما اعصاب همه خورده خاله مروفت. برای نیسانم آسون نیست. درسته، آسون نیست. آخه برای ما خیلی آسونه. آره برای ما خیلی آسونه. تو میدونی سرا به من چی داره میکشه؟ اما دختر من به کسی نمیگه، مرزه تو خودش. مروت سراب هرچی بکشه حقشه. تا به امروز کی به اون حرفی زده؟ تو کاری که اون کرده رو قبول میکنی ها؟ جوونه، نتونست جلو احساساتش رو بگیره، اما چی کار کرد؟ مثل یه شیرزن رفت جلو و گفت دیگه چی کار کنه؟ چی کار کنه؟ میخواین جوونیش ازش بگیری؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. های ریش، میشه برامون نوشیدنی سرد آماده کنی برای بچه ها؟ بگو چشم. بگو هایریش، تو حق داری. بگو حق داری هایریش، حق داری. چه حرفایی که به هم نزدن، هر کی هرچی از دهنش در اومد گفت، حتی به هم گفتن دوز. ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، صاحب ما خداست، اون یه جایی بر ما پیدا میکنه. مروت، تو داری چی کار میکنی؟ تو خبر نداری این بچه ها چیا کشیدن؟ چرا بازم بهشون فشار میاری؟ من که بهشون فشار آوردم ای بابا؟ اون همه حرف بارم کرد، صدام در نیومد، فقط به خاطر مادرشون، خدا رحمتش کنه. ببین نیسان، تحمل این که تو سرابو ببینه رو نداره، حقم داره. برای همین یه گوشه آروم بشین و منتظر باش. تازه همه چی داشت آروم میشد که پاشده اومدی. من به خاطر خودم اومدم. پس برای چی اومدی؟ سراب به خواست خودش رفته. از فاروق چی میخوای؟ من از فاروق چیزی نمیخوام. پس برای چی اومدی؟ خواستم بفهمه چی کار کرده. دست به یکی کردین دخترم رو بیچاره کردین. عجبا، مگه ما چی کار کردیم؟ بگو تا بدونی. این زخم و زبونا و حرفا کافیه دیگه. به ناحق چه حرفایی که بهش نزدین، شما بهش تهمت زدین، عادت دیگه برای گوش کن. اینم همش گوش زد میکنی آفرین. با این که میدونی بهت نگفتم دزد، عمدن اینطوری میکنی، واقعا آفرین. اما ببین دارم بهت میگم، به بچه ها نزدیک نمیشی و ناراحتشون نمیکنی. این خونه یه نظمی داره، بس دیگه، بس دیگه. ای بابا، ای نظم داره. من اون نظم رو نشونتون میدم، بهتون نشون میدم اون نظم چطوری زیر رو میشه. نشونتون میدم. ناز جون، میدونم قبول کردنش خیلی سخته. بعد از مرگ مامانم خیلی به سر و وابسته شدی، بهش عادت کردی. نه، متوجه هستم عزیزم. حتی گاهی اوقات فکر میکردم اونو بیشتر از من دوست داری. واقعا میگی آبجی؟ یکی دو بار پیش اومد. هنوزم که اینطوری فکر نمی کنی؟ نه، معلومه که اینطوری فکر نمی کنم. ناز، من خیلی خوب درکت میکنم آبجی. آدم بعضی وقتا که یه خلأ بزرگ تو زندگیش داره، دنبال یه چیزایی میگرده که بهشون وابسته بشه. ما هم خلأ خیلی بزرگی داشتیم. خیلی دوست داشتم تو به من پناه بیاری، اما تو آبجی سراب رو انتخاب کردی. اشکالی نداره، پیش میاد، اون حالتو خوب کرده، مشکلی نیست. اما ناز، دیگه باید حقیقت رو ببینیم آبجی جون. هدف اون یه چیز دیگه بوده. یعنی اصلا امکان نداره واقعا ما رو دوست داشته باشه؟ خیلی متاسفم، اما نه.
چون میترسی دوباره توی خلای دیگه گرفتار بشی به یه دروغ وابسته نشو. ناز، من کنار تو هم. خواهش میکنم بهم اعتماد کن. هر وقت بخوای من کنارتم آبجی جون. اما اگه به جای من به سراب اعتماد کنی، اتفاقای بدی میفته. چرا آبجی؟ اگه سراب به هدفش برسه، بخواد برگرده تو این خونه، اصلا اتفاقای خوبی نمیفته. سراب نباید برگرده تو این خونه. آخو فاروق، شما اینجا چه کار میکنید؟ منو میخواستم همینو از تو بپرسم. بفرمایید. آبجی رو پیدا کردیم. ببین اما هر فرار کردن، اما ما گیرشون انداختیم. گیرشون انداختیم؟ مگه میشه ما از شما فرار کنیم؟ بیا اینجا ببینم. دلش برای ما تنگ شده. من تو رو بخورم عزیزم، عشق من. کوچیلوی من، چطوری منو پیدا کردین؟ داستانی که تعریف کرده بودی یادم اومد. اون داستان دقیقا اونطوری نبود. پدر مادرم تازه جدا شده بودن. مامانم نمیذاش پدرم رو ببینه. بابام یه روز اومد مدرسه دنبالم، گفت دخترم بیا با هم بریم گردش. منم گفتم باشه. بعدش منو برد کوجالی، برد خونه عمش. اون شبم اومدیم اینجا. همونطور که اون روزم گفتم، به یاد موندنی ترین شب زندگیم. فرداش صبح که بیدار شدیم، اینجا پر از پلیس بود. بابامو با خودشون بردن. بعدم منم همونجا با یه مامور سوار اتوبوس کردن و فرستادن پیش مادر. فکر میکنم من قسمت‌های خوب داستانو براتون گفتم، یعنی اون قسمتی که میخواستم باور کنم. میخواستم اینطوری تو ذهنم بمونه. اون روز وقتی شما رو بوسیدم، خواستم یه چیزایی رو باور کنم. میخواستم باور کنم که ممکنه تو زندگی چیزایی خوبی هم برای من باشه. آدم وقتی میخواد یه چیزایی رو باور کنه، اونطوری که دلش میگه رفتار میکنه. منم صدای قلبم رو گوش کردم. قطعا اگه من یکم منطقی بودم، اصلا شما رو نمی بوسیدم. اشتباه بزرگی کردم، اونم خیلی بزرگ. حالا هم دارم تاوان اون اشتباه رو بس میدم. این فقط اشتباه تو نبود سراب. باشه، تو منو بوسیدی، اما منم خودم رو عقب نکشیدم. این اشتباه هر دومون بود. نگین آقا فاروق، شما هیچ گناهی نداری، همش تقصیر خودمه. یعنی اصلا لازم نبود دنبالم بیاین. اگر فکر میکنین که بلایی سر خودم میارم، نگران نباشی، نمیارم. خیالتون راحت. به خاطر اینکه ترسیدم بلایی سر خودت بیاری نیومدم.
اومدم تو رو برگردونم. برگردم کجا؟ به زندگیت. نمیخوای که اینجا زندگی کنی. فقط به اینجا سر زدم. امروز میخوام برم یه جایی دورتر. کجا؟ نمیدونم. میخوام اونقدر دور شم که این اتفاقات رو فراموش کنم. اینجا نمیتونم نفس بکشم. نمیتونم، نمیشه زندگی کنم. آدم ها یه جوری نگاه میکنن انگار بدترین کار دنیا رو کردم. حتی مادرم. هرچقدر اون روز وقتی بابامو از اینجا میبردن احساس تنهایی کردم، الانم همونقدر حس میکنم تک و تنها. تو کاری به آدم ها نداشته باش. مگه شانس دیگه ایم دارم؟ غرورم له شده آقا فاروق. الان من حتی روم نمیشه به این آدمایی که شما میگین نگاه بکنم. تازه میخواین منو برگردونین؟ جایی که من برگردم فقط شرمندگی هست. عمر چی کار میکنی؟ عمر چی کار میکنی آبجی جون؟ عمر آبجی جون چی کار میکنی؟ آی بابا حالا نشونت میدم، وایسا ببینم. عمر تو جسورتر از این حرفایی. جلوی همه خیلی قوی وایسادی. اجازه نده زندگیتو نابود کنن. کسی برای این کار از من اجازه نمیخواد. همه کار خودشونو میکنن. اما من بیشتر از این نمیخوام این چیزها رو تجربه کنم. جایی که حتی شما هم به من اعتماد ندارین که اصلا. اعتماد ندارم. مگه فکر نمی کردین براتون تله گذاشتم؟ وقتی شما هم اینطوری برداشت کردین، من نمیتونم بقیه رو متقاعد کنم آقا فاروق. باور کنین خیلی خستم. برای همینم شما برگردین خونتون پیش بچه هاتون. اونا رو از طرف من ببوسید. بدون تو نمیرم سراب. من نمیام آقا فاروق. میای. شرایط طوری نیست که بخوای خجالت بکشی یا احساس گناه کنی. شما منو درک نمی کنی چون که شما فاروق گنجری. درکت می کنم. برای همینم این مسئله رو حل می کنم. چی رو می خوای حل کنی؟ تو جلوی همه وایسادی از من دفاع کردی بدون اینکه به درسی گفتی عاشق من شدی. منم تو شرایطی که الان داری مقصرم. پس منم جسارت به خرج میدم و کاری که لازمه رو می کنم. اجازه نمیدم زندگیتو نابود کنم. تو رو با خودم میبرم. که اینطور؟ مثلا به چه نسبتی آقا فاروق؟ به عنوان دستیار سابقتون یا پرستار سابق بچهاتون؟ به عنوان همسرم. با من ازدواج کن سراب.